گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم. رادیو چکاوک، رادیوی شما، از شما و برای شما. رادیو چکاوک، صدای بی صدایان، ترانه عشق‌های گم شده، زندگی‌های فراموش شده و انسان‌های دردمند. میتوان رشته آن چنگ گسست، میتوان کاسه آن تار شکست، میتوان فرمان داد هان ای طبل گران، زین پس خاموش بمان. به چکاوک اما نتوان گفت نخوان، به چکاوک اما نتوان گفت نخوان. شما می توانید زین پس رادیو چکاوک را هر دو هفته یک بار دوشنبه ها میزبانی باشید مهربان. ایمیل ما radiochakovak@gmail.com. به شما عزیزان، من سیمین دبیری و این چکاوک نغمه خوان در 30 شهریور 1394 برابر با 21 سپتامبر 2015. آیا شما که صورتتان را در سایه های غم انگیز زندگی مخفی نموده اید، هیچگاه به این حقیقت رنجاور اندیشه کرده اید که زنده های امروزی چیزی جز توفاله یک زنده نیستند؟ هممیهنان مبارز و اسیر در چنگال خفاشان حاکم با اطلاع هستند که در یک شنبه گذشته شاهرخ زمانی، فعال کارگری و عضو سندیکای کارگران نقاش و تزیینات ساختمان و همچنین کمیته پیگیری در زندان رجایی شهر، با مرگ مشکوک در همان زندان بعد از 4 سال تحمل حبس درگذشت. رژیم بلافاصله علت مرگ را کسالت‌های قبلی و سکته مغزی اعلام کرد و هراسان وانمود می‌کند که هیچ نقشی در این جنایت نداشته و حتی وکلای تسخیری و به ظاهر مدافع او و همچنین پزشکی قانونی خائن هم موضوع را تأکید دارند. که همینجا در وهله اول لازم است به این جیره خواران و جامعه مرد پرست اعلام کرد که شرایط بهداشتی و روانی زندانهای رژیم به گونه ایست که حتی افراد سالم و سرحال رو هم به ورطه فنا و نابودی می کشاند. حالا تهدیدات و سایر آزارهای ریز و درشت به جای خودش بماند. ناگفته نماند که مافیای حاکم با تحویل جسد و موافقت ضمنی با برگزاری مراسم تا حدودی امنیتی برای وی سعی کرد که خود را شریک غم خون ناحق ریخته او نشان دهد و در این حال عاقلانه و من غیر مستقیم اپورتونیست ها و فرصت طلبان چپ نما را سخنگوی خود قرار دهد تا این شعر مولانا را عینیت بخشند. ظالمان قومی که چشمان دوختن، از سخنها عالمی را سوختن، عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کنند. شهر تبریز علارغم تمامی تدابیر و سناریوهای از پیش تعیین شده در روز تشییع حالت عارفانه و القا کننده میراث‌های نهفته درونش از مبارزه جوشان فروزان بود
با آوای عاشقی در فضا می پیچید. تو مهد آذری تبریز تبریز، تو عین مادری تبریز تبریز، هزاران روز خوش در پیش داری، مکن نوحه گری تبریز تبریز. باری و به هر جهت شاهرخ زمانی با کاروانی از تفکرات اختلبانه و رهایی بخش برای کارگران و زحمتکشان و تجارب بی‌نظیر سندیکایی و در عین حال شهامت تاریخی طبقاتی مسئولیت ذاتی خود را به انجام رسانید و پرچم مبارزاتی که از نسل‌های قبل به ارث برده بود با شرافت و نجابت تمام به بازماندگان سپرد. و اما بازماندگانی که در واقع اصل مسئله و مشکل از آنجا ناشی می شود. ما هرگاه و چنانچه دریابیم که تمام عربده کشی ها و شاخ شانه کشیدن هایی که رژیم از همان ساعات نخستین انقلاب تا کنون انجام داده و می دهد، جنایاتی که شروع آن از ترور رهبران شوراهای خلق ترکمن تا حمله مغلوار به ستادهای مبارزاتی خلق کرد و دستگیری و مرگ خاموش و خفه کردن هزاران هزار زندانی طی 40 سال اخیر که گاهن فریاد و نام بعضی از آنها از 4 دیواری همان سلول تنگ و تاریکشان فراتر نرفته است. همچنین ستمکاری ها و رذالت هایی از قبیل تزریق سموم به طور ماهرانه در قضای بسیاری از زندانیان، همچنین ترغیب و تشویق اراذل و اوباش و چاقوکشان در سلول های زندان ها به درگیری و نزاع با زندانیان سیاسی و ضرب و جرح آنها به توسط همین شعبان بیمخه های لومپن و مامورین خائن زندان ها، از قتل غم‌انگیز ستار بهشتی و تا همین عزیز تازه پرپر شده، همه و همه نشان از این واقعیت دارد که حکومت دست خالی اپورتونیست را در بیعملی، بزدلی و بیتشکیلاتی و سردرگمی خوانده است و به همین دلیل عواملش بیمخابا به هر جنایتی که تشخیص بدهند برای روب و وحشت و تحمیق توده ها لازم می دانند دست می زنند و به عمل در می آورند. آموزه های قتل شاهرخ زمانی به ما یادآوری می کند که جنبش چپ و طیف اپوزیسیون در ایران در حالت احتراز و درگیری با انواع بیماری های متعدد روحی و روانی و سردرگمی مفرط به سر می برد. در اینجا به نوعی شاید دقیقا منظور ما همان چپ ها و انقلابی نماهای بی عملی است که درست از دقایق بعد از اعلام جان سپاری شاهرخ زمانی شروع به درج آگهی های تبلیغاتی برای محکوم کردن ها و اشک تمساح ریختن در فیسبوک و سایر شبکه های اجتماعی در این حال و من غیر مستقیم و رندانه وی را وابسته به تشکیلات و هم مرام خودشان القا می کنند تا از این فرتوت فرو ریخته برای بیعملی خود جامعه ای ارزنده و قابل قبول ببافند. و این ما را به یاد ضرب المثلی می اندازد که می گوید به 2 دلیل نمی توان به افراد اعتماد کرد: 1. نمی شناسیم که چه آدم هایی هستند. 2. می شناسیم چه آدم هایی هستند. تمام نوهگری های هدفمند برای شاهرخ بیکس تداعی کننده مشمئز کننده بعضی از تصادف هایی است که در جاده های خلوت از بین می روند و یک مش لاشخور می خواهند تا قبل از رسیدن پلیس و سایر افراد انگشتری یا ساعت و اشیای قیمتی جنازه بیچاره را برو بایند. و این سرنوشت غم‌انگیز هم اکنون در اپوزیسیون بیعمل و واپسگرای ما خود نمایی می کند. اپوزیسیونی که قبل از سینه زنی برای شاهرخ و سایر تک ستارهای آسمان نبرد خونین میهن ما باید به خودش برگردد و با چاقوی تیز و بیرحم انتقاد از خود و استفاده هوشیارانه و هنرمندانه از همه ظرفیت‌های مبارزاتی بتواند تمام اعضا و جوارح بیمارش را
جراحی ماهرانه کند و توده های چرکین و انگل سرطانیش را به بیرون پرتاب کند. آنگاه با سر به سالم بیرون آمده از همان اتاق عمل انقلابی میتواند تمام قد و رعنا جلوی قدار بندان و زورگویان قرون وسطایی بیستد و دهان هرزه و نامیمون او را خورد کند. از نظر ما این است جواب واقعی وحشیگری های حاکمان و سیانت و نگهبانی از خون شهیدان. بسیار سالها گذشت تا فهمیدم آن که در خیابان میگرید از آن که در گورستان میگرید بسیار غمگین تر است. سالها گذشت و من از خیابانهای بسیار گذشتم، از گورستانهای بسیار گذشتم تا خوب بفهمم آن که حتی در خلوت خانه خیش نمیتواند بگرید از همه اندوهناکتر است. گرین. یاد شاهرخ زمانی و تمامی جانفشانان راه آزادی و عدالت اجتماعی گرامی و مانا. Şafaklarım saçılsın, çiçeklerim açılsın, bu ellere bağışlasın hayat. Sen yanmasan gel, biz yanmasak hansı alırlar ışıksalar bu yolları. Yanmazsan biz yanmazsak hansı anollar ışık salar bu yollara. Güneş doğar güler hayat, çiçeklenir bu kainat. Güneş doğar güler hayat, çiçeklenir bu kainat, çiçeklenir bu
چهارم زمانی مبارزی از تبار پرولتاریای انقلابی. هرایلار آی هرایلا، هر اوندوزلار هرایلار، دریادا بی گل بیتیب سوسوزوندان هرایلار. شارق زمانی از پیشروان طبقه کارگر انقلابی و از اعضای هیئت مدیره کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری و عضو هیئت بازگشایی سندیکای نقاشان ساختمانی، با مرگ مشکوک در زندان گوهردشت کرج جان خود را از دست می‌دهد. خبر کوتاه است. بهداری زندان علت مرگ را همانند صدها اعدام خاموش قبلی سکته مغزی اعلام می کند. گواهی سکته مغزی و سکته قلبی برای اعدام های خاموش سالهاست بر مردم برملا شده است. ادله ای که از درجه مجرمیت این تبهکاران جانی چیزی نمی کاهد. اما چرا این مبارز انقلابی با اعدام خاموش از میان برداشته می شود؟ گرچه بر توده های آگاه پوشیده نیست، این شیوه اعدام تاکتیک جدید رژیم برای حذف فیزیکی انقلابیون نبوده و نیست. در دهه خونین شصت کم نبودند مبارزینی که به کمین عوامل اطلاعاتی امنیتی رژیم گرفتار شدند و در همان چند روز اول بازداشت زیر شکنجه کشته شدند. جسدشان تنها زمانی به خانواده هایشان تحویل داده شد که آنان حاضر شوند برگه دیکته شده ای را با این مضمون دلیل کشته شدن فرد افتادن هنگام فرار و اصابت سر به زمین است، یعنی خونریزی مغزی، امضا کنند، اما نه زیر شکنجه بلکه هنگام فرار. نمونه های اخیر این نوع اعدام های خاموش ستار بهشتی، افشین اوسانلو، محسن دگمچی و صدها دیگران است و چه بسیار خانواده هایی به دلیل تهدید ارعاب دستگاه سرکوب از بیان حقایق دال بر جنایاتی که رژیم در حق عزیزانشان مرتکب شده است مهر سکوت بر زبان زدند. چهارق زمانی فراتر از یک فعال کارگری است. او یک کمونیست آگاه، یک مبارز خستگی ناپذیر و یک انقلابی صادق است. آگاه و جسور و مقاوم همچون حیدر مغلو. برای همین است در هیچ ظرف مکانی و زمانی محصور نمی ماند. برای طبقه خود جنگید، اما در این حال به مانند یک کمونیست واقعی قاطعانه و رزمنده در کنار دیگر جنبش های اجتماعی قرار گرفت. فریاد او پتک کارگران زحمتکشان بود، رستاخیز زنان بود و شورش دانشجویان و دانش آموزان بود و تحول انقلابی در جنبش های ملی. پیوند اینها یعنی حرکت به سوی انقلاب. او علم و مبارزه را از جهانبینی علمی کسب نمود و اعتقاد به قدرت توده ها را از آموزگاران بزرگ پرولتاریا. از درون طبقه بود و برای طبقه، اهل سازش با هیچ جریان سرمایه نبود. شکنجگران هر چه متوحشتر و شنیتر شکنجه کردند، باز او بود که چون بابک خرمنین نلرزید و دم فرو نبست. به همین خاطر است شارق زمانی و هزاران مثل او با اعدام خاموش از میان برداشته می شوند. وحشت از جسارت و آگاهی انقلابی اوست، اما هیچ قدرت جنایتکاری نتوانسته است از ریشه دوانیدن افکار شارق زمانی ها و حرکت تاریخ جلوگیری کند. خفاشان و جانیان خلق باید بدانند جنبش انقلابی طبقه کارگر ایران و مدافعین واقعی آن امروز هم صدا با شاهرخ زمانی و در کنار خانواده آگاه شریف اوست و موج موج بر این صدا، بر این آگاهی، بر این جسارت و بر این مبارزه افزوده خواهد شد تا سیلی شوند و کاخ بیداد برکنند. پرتوان باد راه سرخ شاهرخ زمانی آگاه انقلابی. رزمنده و متحد باد جنبش انقلابی طبقه کارگر. سرنگون باد جمهوری اسلامی، این جنایتکارترین و تبهکارترین مکمل سرمایه‌داری. روزه کرونو 15 سپتامبر 2015 برابر با 24 شهریور 1394. هر از آخر روز است شبت یمر که دوست است
Koy beni öldürsünle Can ıstırın serse Meymunem Arat bergah Ravun Şabab fark ateş Sergun زیر تیغ جلادان برم سر سر حرفی که بنیادش به خون من عاشقم قنلر قنمایانلر قنلر هر دشمنم تنسا Bir kana, min kana. Çoşet, nakliye zunin betonak. Nadalet gel peki, parda bedan. شناست خلق اگر خونها خود را به هر خونی هزاران خون برا کش گلنده قارلن یاز گلنده بارلن Dinolar, biçinenler, azazlılar, yarolar. Ege tatlısın eşsin, dar, bağlı. Nidak, nubahavun, nalidak. به هر گوش خلایق دیر یا زود گل آزادی از آتش برآمد آن که شد مفتون عشق یار زارش میکشند خسته و رنجور و زار و بیقرارش میکشند گاه در زندان و گاهی بر سر بازارها گاه در پنهان و گه در آشکارش میکشند این یکی را روز روشن در خیابانهای شهر وان یکی را در خفا در شام تارش می کشند آن که سرسختانه با خود کامگان پیکار کرد بر سر دار ستم حلاج وارش می کشند آن که را در سر هوای توده زحمت کش است دشمنان کینجو با حال زارش می کشند خوش گردد تا به لبهایش سرود زندگی شاعر آزاده را زار و نزارش می کشند. تا گلستان پر شود از شیون زاغ و زغن بلبل خوش لهجه را در شاخسارش می کشند. دشمن سرسخت استبداد و استثمار را دیو خودش خیم ها در هر دیارش می کشند شوق و شور جانفشانان همچنان در اعتلاست گرچه از پیکار جویان بی شمارش می کشند با تشکر از آقای حسن جداری برای این شعر زیبا عزیزان در اینجا نامی شاهرخ زمانی که برای دخترش از زندان فرستاده شده بود رو میخونم سلام دخترم
من و تو مانند بسیاری از انسانها در این جهان تحت سلطه سرمایه زندگی میکنیم و هیچ گونه آزادی برای زیستن و تصمیم گرفتن برای خود نداریم. یا باید بدون فکر و اندیشه تن به نظام و سیستم استثمارگرانه سرمایه‌داری بدهیم و چون بردگان فکر کنیم که این تقدیر و سرنوشت ماست و بگوییم خداوند رضاییم به رضای تو و هرچه تو بخواهی آن درست است و ستم دیدن و ستم کش بودن و استثمار شدن توسط مافیای قدرت و ثروت را سرنوشت محتوم خود بدانیم و یا در پی جستجوی علل براییم و به اندیشه و تفکر بپردازیم که در آن صورت حاکمان یا عوامل سرمایه‌داری از اندیشیدن و جستجوگر بودن ما به وحشت افتاده آن اندک آزادی بردوار را نیز از ما سلب می کنند و برای زهر چشم گرفتن از بقیه انسانها زندگی را بر آنهایی که به دنبال آگاه شدن و کسب حق و حقوق هستند به جهنمی مضاعف تبدیل می کنند و چنان سرکوب و فشار را افزایش می دهند که دنیا را برای افراد فعال آگاه به حق و حقوق و اندیشگر تاریک و ظلمانی می کنند، طوری که در چنین وضعیتی فقط با آگاهی طبقاتی و تحلیل درست از خود و دشمن می توان نوری بر آن تابید و درک کرد که چرا و در ترس از چه چیزی دشمن چنین سراسیمه حتی تمامی اصول و قانون و پرنسیب های تبلیغی خود را نیز زیر پا می گذارد. دخترم، برای این سوال فقط یک جواب علمی است. این مبارزه طبقاتی است. دشمن طبقاتی ما یعنی سرمایه‌داری بر اریکه قدرت تکیه زده است و از اندیشیدن در رابطه با شناخت خود و طبقه خود، شناختن راه و روش کسب حق و حقوق انسانی و طبقاتی هر کسی به وحشت می افتد و در آنجایی که آگاهی طبقاتی و مبارزه برای کسب حق و حقوق انسانی وجود داشته باشد، سرمایه‌داری هر چیزی را زیر پا می‌گذارد و تابع هیچ اصول و قانون و پرنسیبی نمی‌باشد. به این دلیل است که مرا از تو، از همه عزیزانم و از همه کودکان و جوانان و انسان‌ها جدا کرده‌اند که مبادا بقیه را هم تحت تأثیر گذاشته به سمت کسب آگاهی طبقاتی و مبارزه برای کسب حقوق طبقاتی بکشانم. این مبارزه طبقاتی است که برخی آگاهانه و برخی خود به خود و برخی با توجه به هر دو در آن غوطه‌ور می‌شوند و گریز ناپذیر است. وقتی آگاهی به سراغت می‌آید دیگر نمی‌توانی بردوار ظلم و ستم را بپذیری و نمی‌توانی مغز و ذهنت را ببندی و بگویی خدایا رضایم به رضای تو. آگاهی و اندیشیدن تنها چیز خطرناکی برای حاکمان و سرمایه‌داری است، چرا که هر انسان را به سوی مبارزه با ظلم و ستم می‌کشاند. البته دخترم، مبارزه تاوانی دارد که خود انسان و اطرافیانش باید بپردازند و از این بابت من برای تو و اطرافیان متاسفم و برای خود خرسندم که راه انسانی زیستن و انسانی فکر کردن و به فکر هم نوعان بودن و اینکه تنها راه نجات مبارزه طبقاتی و سرنگونی سرمایه‌داری است را پیدا کردم و هرچند که خودم و عزیزانم به شدت تحت فشار و ستم هستیم، اما این تنها راه است و نمیتوان در جامعه سرمایه‌داری هم آگاهی داشت و هم بردوار ظلم و ستم را پذیرفت. اما دختر عزیزم، دلازرد و غمگین نباش. زمستان میرود و روسیاهی به زغال میماند و ستمگران رفتنی هستند و آینده از آن ستم دیدگان است. مثل هر پدری خبر عروسی تو، تنها دخترم، قلبم را مالا مال از شادی و عشق پدرانه کرد. اما اینکه سگان مافیای قدرت و ثروت، این دشمنان قسم خورده کارگران، حتی برخلاف قوانین خودشان اجازه ندادند حتی با همراهی مأمور چند ساعت در عروسی شرکت کنم
و تو را مانند روزهایی که با شادی کودکانت و با لبخند معصومانت هر صبح به مدرسه می رفتی و من تو را می بوسیدم، امروز در عروسیت ببوسم و برایت زندگی انسانی و خوشبختی آرزو کنم. چیزی که احتمالش می رفت به عنوان پدری که عاجز باشد در عروسی دختر یک دانه شرکت کند، دنیا در جلوی چشمم تیر و تار گشته، بسیار اندوهگین شدم. از اینجا پشت میله های زندان خود را در جشن عروسیت می بینم و دستانت را در دست می گیرم، رویت را می بوسم و می گویم عروسیت مبارک. دخترم، امیدوار و آرزو می کنم همراه همسرت خوشبخت باشی و به یک زندگی انسانی و شرافتمندانه دست پیدا کنی. چنین اندیشه های زیبا را دشمنان آزادی، دشمنان انسان ها و دشمن طبقاتی از ما گرفته است، همانگونه که از تمامی مردم و به خصوص از طبقه کارگر گرفته است. دخترم، پس از لحظاتی ناگهان علارغم ناراحتی زیاد دردی دیگر به سراغم آمد. رنج ها و آلام و مصیبت های بیشمار مردم ستمکش وطنم به سرعت در ذهنم دوباره جان گرفت و اینکه برای چه در زندانم، روشنایی و منطق مبارزه برای عموم و همدردی عمومی را در وجودم زنده کرد. مرا زندانی کردن چون دخترم را، فرزندانم را دوست دارم، چون همه کودکان و جوانان را و همه انسانها را دوست دارم. مرا زندانی کردن چون میخواهم که همه انسانها دارای برابری و حقوق عادلانه انسانی، اجتماعی و اقتصادی باشند. مرا زندانی کردن چون اعتقاد دارم تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامن نهند آدمی. آری دختر عزیزم، در کشوری که مشتی انگل زالو صفت با بهره کشی میلیونی انسانها و دزدی و غارت علنی هزاران میلیاردی ثروتهای عمومی، یکی از غنیترین کشور جهان با رتبه دهم معدن جهان را به کشوری با 80% مردم زیر خط فقر، یکی از بالاترین آمار گرانی، بیکاری میلیونی، میلیون‌ها کودک کار و خیابان، تورم، فحشا و تنفروشی، بیکاری، بیمسکنی، طلاق، اعتیاد و افسردگی تبدیل کردن. در چنین شرایطی چگونه میتوانم بی تفاوت به سرنوشت هم زنجیرانم فقط به فکر تو و خودم باشم؟ چگونه می توانم به سرنوشت صدها هزار کودکان کار و خیابان و ده‌ها هزار دختران گرسنه و آواره خیابان‌ها در کنار ثروت‌های هزار میلیاردی توفیلی‌های انگل با ماشین‌های چند میلیاردیشان بی تفاوت باشم؟ چگونه می توانم به بی سوادی هر دو نسل آینده 11 میلیونی فقرا در کنار بورسیه های چند صد میلیاردی دلواپسان حکومتی بی تفاوت باشم؟ آیا می توان نشست و نگاه کرد که 600 نفر مافیای زر و زور حکومتی، 1/4 کل نقدینگی کشور، یعنی 150 هزار میلیارد وام بانکی را پس نمی دهند و 1,200,000 نفر جوان در صف انتظار وام 5 میلیونی صف کشیدند؟ چگونه میتوان از کنار دستگیری و شکنجه و اعدام هزاران نفر آزادی خواه و برابری طلب به خاطر دفاع از حقوق قانونی و مشروعشان گذشت؟ بله دختر عزیزم، انسان واقعی نمیتواند از کنار این همه تبعیض و نابرابری و بی‌عدالتی بی‌تفاوت بگذرد. تو ناراحت نباش، عزیزانی را در اینجا در نظر بگیر که عروسی که سهل است، اجازه رفتن به ختم همسر و پدر و مادر و فرزند خود را نیافتند تا اربابان ثروت و قدرت خوشخدمتی خود به سرمایه‌داری را به اثبات برسانند. 100% بدان و آگاه باش که این حکم تاریخ است.
عاقبت ستمگران و ظالمین زبالدان تاریخ است. بشنو از پدرت که در چنین جامعه طبقاتی کشتارگاه عاطفی انسانها خداوند زر و زور و تزویر و با تزریق سم فردگرایی بر محور منافع شخصی و مصرفگرایی آدمی را تا سطح حیوان تنزل می دهد. فقط کسانی می توانند در این لجنزار هویت انسانی خود را حفظ کنند که بر خلاف جریان آب شنا کرده و به قول انقلابیون فرانسه با شعار یکی برای همه، همه برای یکی و مطالعه آثار مترقی انقلابی بر ضد ستم و بهره‌کشی و افکار فردگرایانه حیوانی مبارزه مستمر کرده و کمک و همیاری و عشق به هم نو را در جریان مبارزه به سلوحه خود قرار داده. فقط و فقط در این چارچوب عشق اصیل و واقعی به همسر و فرزندان می تواند معنا پیدا کند و استمرار یابد، چرا که در غیر این صورت آدمی بتواره و شیفته پول و قدرت و موقعیت اجتماعی بالا و در نتیجه شیفته موقعیت فردی خود و بیگانه از مدار و هویت انسانی و طبقاتی خود، چگونه می تواند فداکاری و عشق هم نوع خود از جمله همسر و فرزندانش را داشته باشد. دخترم، ضمن آرزوی خوشبختی، امیدوارم با در پیش گرفتن یک زندگی انسانی، ظلم ستیز، همسر خوب و فداکار برای یکدیگر و انسانهای ایثارگر و مفید به حال جامعه باشید. کسی که شما و همه انسانها را دوست دارد. شاهرخ زمانی، زندانی رجای شهر، دوشنبه 24 شهریور 1393 هجری شمسی. Çal aşık çal kaldı seslendi romandır yufaldır gözüme. Çal aşık çal kaldı seslendi romandır yufaldır gözüme. Gün karanlık sıdımanlık onu deliyor dumanlık söndürüp yer kezimi. Kahraman oğlum aşık daha yoktur gözüme. Kahraman oğlum aşık daha yoktur gözüme. Sen bir şahat mağrı bizra bile adlandır aşık saymış kanlar kaynat göğe taşlandır aşık saymış kanlar kaynat göğe taşlandır aşık koy nefes gelsin ele bağlayak çal bibele dayanak sevda bağında babalarımız sayağında dayanak sevda bağında babalarımız sayağında Hamı versin el-ele El-ele Koy senin düşmanımın Nefsi kökünden vurusun Çal da fernamesini Ses bu diyavri bürüsün Çal da fernamesini Ses bu diyavri bürüsün
عزیزان، نامه شاهرخ زمانی از زندان گوهردشت. اینجا مرگ هم ناله می کند. بگذار بگریم چون ابر در بهاران، که سعی ناله خیزد روز وداع یاران. قانون قصاص در کشتار قربانیان بیگناه، ناعدالتی های اجتماعی، کلاه شرعی ولایت مطلقه فقیه برای ادامه تبعیض و نابرابری، جهت ممکن و پنهان کردن دزدی ها، اختلاس ها و کسب ثروت های میلیاردی است. به خاطر اعتراضی که به اعمال و رفتارهای مسئولین زندان در مقابل بستن کتابخانه و افزایش فشارها و محدودیت های دیگر کرده بودیم، مرا با دوستم رسول بداغی چند روز به سلول های انفرادی البته جداگانه بردن. ای کاش به جای این چند روز ماها مرا در زندان دیگری به حبس انفرادی می بردن. ولی در این جهنم نبودم و صحنه هایی را که طی چند روز در انفرادی دیدم یا بر اثر شنیدن صداها و فضاهای موجود تجسم کردم را ندیده و حس نمی کردم، چرا که آن صحنه ها و شرایط تمام وجودم را مملو از خشم و غم و اندوه کرده است. 4 روز پیش، یعنی روز سه‌شنبه 29 بهمن ماه بود که در یکی از سلول‌های انفرادی بند 5 بودم و داشتم به ستم و اجحافی که در حقم شده بود فکر می‌کردم و اینکه چه شرایط سختی را باید تحمل کنم و خلاصه برای خودم دل می‌سوزاندم که صدای پاسدار بند مرا به خود آورد. وسایلت رو جمع کن، باید سلولت رو عوض کنم. وسایلم را که 2 تخت پتو بود زیر بغل زدم و به دنبال پاسدار بند راه افتادم. همان موقع 8 مرد جوان را دیدم که از روبرو به همان راه رو وارد می شدند که من در حال خروج از آن بودم. برق چشمانشان نشان از جوانی آنها داشت، ولی وحشت و هول و هراس انگیزی در نگاهشان موج می زد. هرگز چنین وحشتی توام با شوق زندگی، ناامیدی توام با امید نامفهوم و شعله های از نفرت و عشق جمع شده در چشمان کسی ندیده بودم. در هر لحظه از نگاه هر کدام از 8 نفر میشد به قوقای آشفته بازار طوفان فکری آنها که میخواستند گذشته، حال و آینده دهشتناک خود را در یک لحظه به هم پیوند بدهند دیده میشد. فکری سائقه وار در ذهنم پیدا شده بود. قلبم به تپش افتاده بود و تمام وجودم می لرزید. بی اختیار از پاسدار بند پرسیدم اینها را برای چه آورده اید؟ گفت برای اجرای حکم. ابتدا خشکم زد. احساس کردم نمی توانم نفس بکشم. نفسم به شماره افتاده بود. دهانم مزه تلخی گرفته و طوفانی از وحشت و اندوه بر قلبم هجوم آورده بود. نمی توانستم درک کنم. درونم در آشوب بود. لحظه به لحظه حالم تغییر می کرد. به سختی آب دهانم رو قورت دادم و پرسیدم یعنی همه اینها را می خواهند فردا حلق‌آویز کنند؟ در اوج وحشت کلمه آری را شنیدم. مات و وحشت زده بودم. پاسدار بند ادامه داد. 1-2 روز است که کارمون همینه. فردا قرار است تعداد بیشتری رو بالا بکشن. طی چند روز هفته گذشته من از روزنه در بسته سلول شاهد صحنه ها، صداها و حرفایی بودم که نشان از مقدمات افزایش جنایت همه جانبه هستند. به گفته پاسدار بند قرار بود فردای آن روز تعداد بیشتری رو بالا بکشن، یعنی انسان های بیشتری رو بکشن. نظام هیولایی برای سرپا ماندن چقدر خون لازم دارد؟ پاسدار بند گفت ما به خاطر کمبود جا قبول نکردیم. 40 نفر تا آخر این ماه طی 2 روز در نوبت هستند که برای اعدام باید به اینجا بیان. نمیدانم حرفهای دیگر پاسدار بند چه بود. او حرف میزد ولی من در خود فرو رفته بودم. دیگر هیچ چیزی نمیشنیدم. ناخودآگاه و بی اختیار با هر 2 دستم بر سرم کوبیدم و از ژرفنای وجودم زجه زدم و آه جگرسوزی از درونم بر اومد. می خواستم با ذره ذره توانم فریاد کنم و قطره قطره وجودم را زار زار بگریم. در درونم، مغزم، کلمات، عبارات و جمله های متقاطع و به سرعت در حرکت بودند که ای نفرین و ننگ بر ما،
در کجای این جنایتکده ایستاده ایم که این گونه جوانان را به صف کرده به سلاخی میبرند؟ به کدام دیوار این مسلخ بکوبم سر سنگین و منگ خود را؟ دیگر پاهایم تحمل وزنم را نداشتند. خودم را در سکنجی سلول به دیوار چسباندم و همونجا روی زمین نشستم. نمیدانم چقدر طول کشید. همینقدر میدانم چهره های آن 8 جوان لحظه ای از جلوی چشمم پاک نشدند. اما میدانستم قطعا یکی از آنها همان زمان در همان سلولی بود که من بودم و در همان جا روی همان گلیمی نشسته بود که من نشسته بودم، که لابد خیس از اشک و خون صدها جوان بینوای دیگر نیز بوده است. یا شاید در میان طوفانی از فکر و خیال بی سر انجام قدم می زند. نمی توانستم تصور کنم که الان به چه چیزی فکر می کند و این چند ساعت پایانی زندگی تا پگاه خونبار فردایش را چگونه خواهد گذراند. کدام تصویر را در ذهنش مجسم می کند؟ تصویر همسر، فرزند، پدر، مادر، برادر، خواهر؟ به آنها چه می گوید؟ از آنها چه می خواهد؟ باز هم نمی دانم. چند ساعتی گذشته بود و چه ساعتی از سرگاه بود که تق و تق در سلول ها شروع شد. شدت سر و صدای گفتگوها و دستورات و صدای افراد در حال آمد و شد به شدت افزایش یافته بودند و بلافاصله ناله و زجه و التماس آن بینوایان، زجه های دلخراشی که تا مغز و استخوان رو می خراشان، همه وجودم رو تسخیر کرده بود. بالاخره رسیده بود هنگامه مرگ دستور داده شده. پس از سالها انتظار در میان امید و ناامیدی و ساعتهای دهشتناک انتظار در ناامیدی، من که فقط ناظری بودم از پس دیوار که به طور ناقص و بریده بریده این رابطه خونبار میان حاکمان خونریز با این جوانان را که قربانی مناسبات درنده خوی اجتماعی بودند درک می کردم، تنها صدای بالهای جغد مرگ را از پشت دیوار سلولهای مجاور می شنیدم و نمی توانستم ضرورت چنین خونریزی را درک کنم. اما سایه مرگ را از در و دیوار سلولهای مجاور و مقابل و در تمام فضای محیط حس می کردم. گویی که ساعتها پیش مرده بودم. ساعتها پیش بارها و بارها تنام دار را بر گلوی خود و بالا کشیده شدن را احساس کرده بودم. پنجه های بغض آنچنان گلویم را فشرده بود که یارای حرکت نداشتم. تنها به درب سلول چسبیده بودم به امید درک کردن خبری یا شاید شنیدن خبری از اعدام نکردن جوانان. در میان گریه و ناله و زجه ها صداهای دیگری می شنیدم. شاید خانواده های آن جوانان بینوا و یا خانواده شاکیان و اولیای دم را آورده بودند. دیگر زبانم از شرح ماجرای این همه شقاوت و بیرحمی ناتوان است. کاش می توانستم به جای کشاندن خانواده این جوانان بینوا و قربانی به این مسلخ، خانواده لاریجانی ها، قضات و دیگر حاکمان را به این قربانگاه ها بیاورم و به آنها بگویم خوب تماشا کنید سلاخی و کشتاری که پدران، فرزندان، برادران و خواهران شما راه انداختند و جوانانی را که طی 35 سال حکومت شما زاده و بزرگ شدند و هرچی هستند محصول تعلیم و تربیت و آموزش جمهوری اسلامی هستند، با آنها میگفتم هیولایی که امروز شما از برکت وجود آن احساس خوشبختی میکنید با این چنین خونریزی های ارتزاق کرده و پا بر جا مانده است و برای برقرار ماندنش هر روز باید خونهای بیشتری ریخته شود. با آنها بگویم آن چیزهایی که شما با داشتنشان احساس خوشبختی می کنید و آن چیزهایی که شما با استفاده از آنها زندگی می کنید، رفت آمد می کنید و همه آن غذاها و خوراکی های خوشمزهی که می خورید به وسیله پدر، برادر، خواهر و فرزندانتان با چنین سلاخی هایی کسب شده و به خون آغشته شده و با چنین سلاخی هایی ادامه پیدا می کنند. اگر با چنین جنایات و سلاخی هایی که اقوام درجه یک شما پیش می برند مخالفت نکنید، شما هم شریک جرم این جنایات هستید. ای کاش می توانستم فیلم یا حداقل تصاویری از کشتارها تهیه کنم تا
ضمن ثبت در تاریخ به جوامع بشری و حقوق بشری رایده بدهم و بگویم در زیر کلاهی به نام حسن روحانی و با اسم موهوم حقوق بشر اسلامی چه جنایاتی نه تنها هنوز ادامه دارد بلکه به شدت افزایش یافته است. چگونه جوانان بینوای ایران را که هرچه باشند حاصل موجودیت جمهوری اسلامی هستند دسته دسته به دار کشیده برای تداوم زندگی هیولا در پای مناسبات و روابط ارتجاعی ذهب می کنند و دندانهای خونین خود را پشت نقابهایی با لبخند پنهان می کنند. این جنایتها در مقابل چشمان مثلا مسئولین به اصطلاح محیط زیست و حیات وحش که با فیس و افاده های آریت گرفته شده و رقتنگیز از دلسوزی هایشان نسبت به حیات وحش و حفاظت آن داده سخن سر می دهند. اتفاق می افتد این که چگونه جوانان تیره‌بخت و مظلوم آری انسانها را دسته دسته در مقابل دیدگان عزیزانشان بردار می آویزند و برای سرپا نگه داشتن هیولا چنان طرحی برای افزایش سلاخی دارند که دچار کمبود جا برای کشتار شده اند. وای بر ما، وای بر کسانی که از حاصل خونریزی ها زندگی می کنند، وای بر کسانی که خونریزی ها را دیده با همکاری هایشان آن را بزک می کنند، وای بر صیادان انسان ها که جز مرگ سخت سرنوشتی ندارند. اعدام انسان ها باید ممنوع شود. شاهرخ زمانی، یادش گرامی. I dreamed I saw Joe Hill last night, alive as you and me. Says I, but Joe, you're 10 years dead. I never died, says he. I never died, says he. In Salt Lake, Joe, by God, says I, him standing by my bed. They framed you on a murder charge, says Joe, but I ain't dead. Says Joe, but I ain't dead. The copper bosses shot you, Joe. They killed you, Joe, says I. Takes more than guns to kill a man, says Joe, I didn't die. Says Joe, I didn't die. Standing there as big as life, smiling with his eyes, Joe says what they forgot to kill went on to organize, went on to organize. Joe Hill ain't dead, he says to me. Joe Hill ain't never died. Where working men go out on strike, Joe Hill is at their side. Joe Hill is at their side. From San Diego up to Maine, in every mine and mill, where working men go out on strike, says he, you'll find Joe Hill. Says he, you'll find Joe Hill. I dreamed I saw Joe Hill last night, alive as you and me. Says I, but Joe, you're 10 years dead. I never died, says he. I never died, says he.
یاد عزیز شاهرخ زمانی و تمامی جانفشانان راه آزادی و عدالت اجتماعی، گرامی و مناباد. عزیزان، شبهای دلتان پرستاره و روزهای زندگیتان گرم و آفتابی. تا درودی دیگر، بدرود.